علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب حقیقی متشکرم از حضورتون در برنامه. مشخصا استفاده از ابزار گروگانگیری به قدمت بیش از 40 ساله جمهوری اسلامی آغاز شده، اما آنچه که محرز هست این که بعد از دهه 80، بعد از دهه 90 و همزمان با توافقات هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب، در واقع شکل جدید و فاز جدیدی گرفته. با توجه به موفقیت این ابزار حداقل در مقابل بلژیک و خبر امروز، چطور ارزیابی می‌کنید استفاده جمهوری اسلامی را از ابزار گروگانگیری برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی در وقتی که دستگیر میکنه نمیتونه دادگاه‌های عادلانه نشون تشکیل بده و اتهامات رو اثبات کنه و بیشتر دادگاه‌ها مخفیه و اتهامات هم فاقد اون مواردی است که به اون فرد نسبت میشه، طبیعی است در مورد مواردی که دیپلمات یا افراد وابسته به حکومت دستگیر میشن در خارج یا در مواردی که حالا که بتونن در ارتباط با غرب ابزاری داشته باشن از این روش استفاده میکنه و خب در بعضی موارد جواب میده، در بعضی موارد جواب نمیده، ولی این مورد خاص به خاطر اینی که یک شهروند بلژیکی بوده که در نروژ برای سازمان خیریه کار میکرده و طبیعتاً دولت بلژیک مسائل اتباع شهروندی خودش رو خیلی براش مهمه. در مورد دو تابعیتی‌ها بعضی موقع‌ها این دولت‌ها انقدر فعالیت نمی‌کنن، ولی در نهایت نشون میده که این دولت‌ها منافع استراتژیکی حالا انتخاباتی یا موردی هست بیش از هر چیز ترجیح میدن. اما نباید فراموش کنید، ببینید درسته که همه خانم صفایی خیلی فعالیت کرد، کوشش کردند، اما در این حال آقای اسدی در یک دادگاهی با جزئیات و داکیومنت ها و موارد شواهد و اینا در یک پروسه‌ای که به هر حال امکان دفاع بود، حتی آقای اسدی تجدید نظر نرفت، نخواست بره، محکوم شد و خود اون به نظر من بیش از این که به این موضوع با توجه کرد به اینی که نشون داده شد که به هر حال ایشون در یک اقدامی دست داشته و اون اسنادش که خیلی هم معتبر بود، دست خط خودش بود، مواردی که ارتباط داشت، خود شاهدها اعتراف کردن، اون بیشتر اهمیت تاریخی داشت تا موردی. ولی به هر حال تجربه نشون داده که وقتی که شما به یک روشی پاسخ بدید، کسی که این کارو میکنه تشویق میشه که به اون روش ادامه بده، اما تبعاتش برای جمهوری اسلامی خیلی سنگین خواهد شد. نکته اولش اینه که توریست‌های اروپایی قطعاً نمیرن به ایران، این ضربه اقتصادیه، میتونست توریسم اروپایی داشت پا میگرفت و خب این ضربه خواهد خورد. دوم اینی که اگر این افراد آزاد بشن اون وقت در مورد مکانیزم ماشه ممکنه جناب حقیقی اگر اجازه بدیم به نقش عمان بپردازیم. قرار هست یک شنبه پیش رو پادشاه عمان به ایران سفر بکنه و ادبیات هم که امروز طرفین در توییت های خودشون منتشر کردن حاکی از تعمیق روابط بین دو کشور بود. چقدر فکر میکنید نقش کشور عمان برجسته است در این موفقیت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی؟ بذار من اون تموم کنم. این میتونه خطرناک هم باشه برای ایران، برای اینکه اگر اروپایی‌ها افرادی که دارن بیارن بیرون، بعد ممکن در مورد مکانیزم ماشه یا مقابله با ایران در مورد برنامه هسته‌ای خیلی تندتر برخورد کنن. این چیزیه که اونا توجه نکردن به قضیه. اما در مورد عمان که فرمودید، بله، عمان خب تبادلی همیشه محل سنتی بوده برای تبادل زندانیان، مذاکرات محرمانه، حداقل دو تا مذاکرات محرمانه، یکی در مورد حوثی‌ها، یکی در مورد ایران و آمریکا در سال 91 بوده. بله. و خب الان هم دنبال این هست که بتونه این کار انجام بده، میتونه احتمالاً زندانیان آمریکایی هم که قرار بود قبل از عید انجام بگیره و آمریکا توافق رو قبول نکرد در نهایت، اونم ممکنه در سفر پادشاه عمان در مورد این تبادل زندانیان صورت بگیره. ولی بعید میدونم بدون مسئله حل مسئله ایران با آژانس آمریکایی‌ها به اون توافق تن در بده. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودین.